بله دوستان عزیز، برگشتیم، دوباره با شما هستیم. ادامه برنامه خودتان، برنامه گلبانک هست. دوستان عزیز، باز هم مهماندار هستم در این بخش از برنامه. خوشبختانه که حبیب الله ناجی، فعال فرهنگی و اجتماعی هستند، در برنامه حضور پیدا کردن و میریم و سر صحبت ها را آغاز میکنیم. سلام ناجی صاحب، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه. مقصد از آمدن ما طلب دیدار است، ورنه این نان و نمک در همه جا بسیار است. عمر اگر خوش گذرد زندگی خضر کم نیست، ور ناخوش گذرد نیم نفسش بسیار است. سلام تقدیم میکنم با شما تمام بیندگان محترم، خوشحال هستم در خدمتتون قرار دارم. صبح شما بخیر. سلامت باشین. من معمولا از مهمانان خود میپرسم که صبح را چگونه آغاز کردن. شما میشه جواب بدین که صبح را چگونه آغاز کردین؟ چون امروز برنامه داشتیم، با انرژی بالا شدیم، البته نماز را ادا کردیم. خداوند قبول بکنه. بعد ان شاء الله خداوند قبول بکنه از همگی. بعد یک سری تمرین در رابطه با برنامه داشتم و بعد دیگه خدمت شما اینجا رسیدم. سلامت باشین. حضورتون بخیر باشه. خب میشه در نخست از فعالیت ها و کارکرد هایتون بگوین که این فعالیت ها و این کارکرد های اجتماعی و فرهنگیتون از چه زمانی آغاز شد و فعلا شما در چه جایگاهی قرار دارید؟ من از کودکی علاقمند کارهای اجتماعی بودم، البته اشتراک میکردم و بعد از سالهای 98 به بعد در روند و انجمن اینا اشتراک کردم، عضویت گرفتم. سرودهایی که اجرا میشد میرفتم اجرا میکردم، البته مقاله میخواندم، شعر میخواندم، تا اینکه سالهای 1400 از زمانی که مهارت اسلامی آمدن دیگه بیشتر فعالیت ها بیشتر شد و تونستم که خودم برم سخنرانی و دکلمه، مجریگری، هنر گفتمان را به گونه حرفه‌ای و تخصصیات بگیرم. و البته فعالیت هایی را که آغاز کردم از سالهای 98 بود که بیشتر شکوفایش سال 1401 بوده. بسیار خوب، از سخنرانی و دکلمه یاد کردین. میشه که در جریان برنامه در لابلای از برنامه دکلمه از شما همچنان داشته باشیم؟ میخواییم که پرسش را این گونه از شما بپرسم که سخنرانی و مهارت‌های کلامی چی تأثیر میتونه که بر خود فرد و یا هم بر اجتماع و محیط، مثلا فردی که مهارت‌های سخنرانی و مهارت‌های کلامی را یاد داشته باشه، چی تأثیر بالای خودش و بالای محیطش میداشته باشه؟ دقیقاً هیچ چیزی در دنیا ما فکر میکنم بدون تأثیر نیست. البته سخنرانی و فن بیان مهارت‌هایی هستن که شامل بخش مهارت‌های ارتباطی میشه. ما فکر میکنم که بزرگانی بوده، دانشمندانی بوده که در این عرصه بسیار زحمت کشیدن، کتاب‌های نوشتن. بله. ما نمونه بسیار بزرگش نمونه آقای دل کارنگی داریم از آمریکا که این سخنرانی رو نوشتن. البته در زندگی فردی و اجتماعی ما شما می‌بینیم که همین روزا که اوازه انتخابات آمریکا هست و بعد دو نفر که با هم دیگه مناظره میدن، یعنی در واقع اینا با هم دیگه صحبت میکنن و در عرصه صحبت است که آرمان ها و اهداف و آرزوهایی که برای ملت دارن بیان میکنن. و در واقع همین روزا هم که ما میشنویم جو بایدن مثل که مقابل ترامپ در عرصه سخن یک ذره ضعیفی پیشه کرده و این یک نقطه ضعف برش مقابل ترامپ به وجود آمده، کلا از بابت سخن است. یعنی ما گفتم میتونم که فن بیان و سخنرانی تاثیر بسیار بسیار فوق العاده در زندگی ما داره. یک داستان بسیار کوتاه رو برای شما اشاره بکنم. میگه یک پادشاه خواب دید که تمام دندانهایش میریزه. بعد معبر صدا کردن، معبر گفت که بعد از تو دیگر هیچ فرزندی تو به سلطنت نمیرسه. گفتن این رو بکشید. بعد معبر دیگر آمد گفت که پادشاه با سلامت باشد، گفت آنچنان عمر میکند که سلطهش در تمام جهان است. این گونه تعبیر شد، گفت این معبر را جایزه بدهید. در واقع هر دو تعبیر یک تعبیر بود، ولی چگونگی بیان تعبیر سبب شد یکی بمیرد یکی دیگر جایزه بگیرد. من فکر میکنم در زندگی ما بسیار تاثیر داره. بله بدون شک یک قدرت هست که میتونیم توسط از او دیگران را مغلوب بسازیم. بدونش خالب واقع میشیم. بله بله. خب میشه در مورد دکلمه همچنان بگوین که بیشتر شما کدام نوع اشعار دکلمه میکنین و با کدام نوع اشعار بیشتر علاقه نشان میدین؟ ما اشعار عاشقانه زیاد دکلمه میکنم، دوستم دارم و در کنار اشعار عاشقانه اشعار میهنی رو خیلی دوست دارم. البته چیزی رو که امروز برای شما آوردیم یک دو قطعه شعر عاشقانه هست دیگه، انشالله که مورد پسندتان باشه. اگر یک شعر میهنی با ما دکلمه بکنین من خیلی خودم شخصا خرسند میشم. مشکل نیست، البته در بعد از صحبت های پایانی انشالله میشه. بعد از دکلمه اول را عاشقانه، دکلمه دوم را. خب بفرمایید، میشنیم. خب دکلمه تو نمیشنیم. یک شعر میخوانم از شاعر ایرانی تبار هست، من متاسفانه اسمش را خاطرم ندارم، انشالله اگر دوستا بلد بودن با ما شریک بکنن. میگه که همه شب دست به دامان خدا تا سحرم، همه شب دست به دامان خدا تا سحرم، که خدا از تو خبر دارد و
من بیخبرم. رفتی و هیچ نگفتی که چه در سر داری، رفتی و هیچ ندیدی که چه آمد به سرم. گرمی طبعم از آن است که دل سوختم، گرمی طبعم از آن است که دل سوختم، سرخی رویم از این است که خونین جگرم. کار عشق است نماز من اگر کامل نیست، کار عشق است نماز من اگر کامل نیست. آخرانگاه که در یاد تو ام در سفرم. ای که در آینه هر روز به خود می نگری، من از آینه بی دیدار تو شایسته ترم. عهد بستم که تحمل کنم این دوری را، عهد بستم که تحمل کنم این دوری را، عهد بستم ولی از عهد خودم می گذرم. مثل ابری شدم در بدر شهر به شهر، وای از آن دم که به شیراز بیفتد گذرم. این قسمت را شاعر دیگه منطقه خودش را نام گرفته. عالی خوشتان آمده باشه. عالی بود، عالی، صدای دلنشین. میشه که در مورد دکلمه شما همچنان بشنویم که دکلمه چی هست و چی گونه یک دکلمه میتونه که دلنشین و آرام بخش تمام شود. بله، یک مسئله رو میخوایم عرض بکنم، که در جامعه ما متاسفانه یک باور غلطی که به وجود آمده است که فکر میکنن تنها شعر دکلمه میشه. در واقع اگر ما به تعریف دکلمه بپردازیم، تعریف دکلمه اینچنین است: هر متن ادبی که با احساس و آهنگ و خوشایند خوانده بشه، خوانده بشه، آهنگ باشه، او را ما میتونیم دکلمه تعریف بکنیم. دکلمه در جامعه افغانستان بخصوص در اواخر بسیار مورد استقبال جوانا قرار گرفته و بخصوص دختر خانم‌ها به یرس بسیار علاقه مند هستند و اشعار زیبایی را هم دکلمه میکنن. ما فکر میکنم دکلمه و سخنرانی لازمه و ملزومه هم دیگر هستند. کسی که بتونه دکلمه را به درستی ادا بکنه میتونه سخنور خیلی خوب باشه، و کسی که بتونه سخنرانی را فنونش را درست یاد بگیره میتونه دکلماتور خوب واقع شه. چرا که حد یک جمله بگین که چگونه آرام بخش و دلنشین واقع میشه دکلمه؟ چرا؟ چون که شعر است، شعر از اعماق وجود برمیخیزه، و کسی که دکلماتور است و بتونه شعر به گونه درست و با احساس بخونه مطمئنا به دل شنونده چنگ میزنه. بله، میگه حرفی که از دل بخیزه واسه به دل مینشینه. این شما خوب بلد سلامت باشین. میشه که توصیه‌تون داشته باشین به جوانان و نوجوانان که در راه شما قدم موندن و میخواین که هم مسلک شما باشه؟ بله، یک جمله هست یا فکر میکنم یک تا یک بیت است، میگه که تا توانی در جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی. یعنی ما با این شعر میخوایم عرضم را اینچنین آغاز بکنم، ای که ما و شمایی که در خود یک استعداد داریم، در خود یک توانایی را میبینیم، میبینیم که ما در همی عرصه میتونیم فعالیت بکنیم، زحمت بکشیم، در جامعه مفید واقع شویم، باید رسالت ماست که در عرصه گام بگذاریم، ترس نخوریم، واهمه نداشته باشیم، باید استوار باشیم و در این را مستحکم گام برداریم. توصیه ما به جوانا و به کسانی که به مثل ما در این مسلک هستن، توصیه میکنم تا میتونن در جامعه قرار بگیرن، از کم انگیزگی، بی انرژی و حالتهای استرس استرابی که سبب میشه اونا از اهداف و مرامشان دور باشن، باید کوشش کنن دور باشن و دوباره بیاین در عرصه اجتماع، در عرصه فرهنگ و کارهای جامعه از سهم بگیرن. بله، شما سلامت باشین. دیگه دکلمه دارین آماده؟ بله، البته به نظر شما حالا میهنی بخونم یا عاشقانه بخونم؟ خب خوب است، من خیب رفت و برگشت را اعلان میکنم. بله. بعد از اینکه با شما دکلمه تون ختم کردیم میریم به طرف بخش بعدی. خب بینندگان عزیز، رفت و برگشت کوتاهی می داشته باشیم در ادامه. بعد از اینکه دکلمه جناب ناجی ختم شد، از شما دعوت میکنیم که با ادامه برنامه گلبانگ باشیم. بله، خب من یک شعر می خوانم از فاضل نظری. میگه که کبریای توبه را بشکن پشیمانی بس است، کبریای توبه را بشکن پشیمانی بس است، از جواهر خانه خالی نگهبانی بس است. ترس جای عشق جولان داد و شک جای یقین، آبروداری کنه زاهد مسلمانی بس است. خلق دل سنگند و من آینه با خود میبرم، بشکنیدم دوستان دشنام پنهانی بس است. یوسف از تعبیر خواب مصریان دل سرد شد، 700 سال است میبارد فراوانی بس است. نسل پشت نسل تنها امتحان پس میدهیم، دیگر انسانی نخواهد بود قربانی بس است. بر سر خان تو تنها کفر نعمت میکنیم، سفرت را جمع کنه عشق مهمانی بس است.